کار من بود شونه تو، بار تو رو شونه من. داشت آبون تو عرصه دختر خالم میرفته، خوب شد عوضش کردی، ولی واسه اش کفش ندارم. فردا میایی بازم باباته؟ خوش خودشو حسل جر بحث ندارم نقمه خود دانی. عروسی که میاد تو کفشتو بخر عزیزم. مسخره میکنی؟ فهمیدی؟ خدافز. الو بابا. بابا من دم درم دارم دنبال ریموت میگردم. به خدا با نغمه کتاب خونه بودیم، کتاب خونه هم که نمیشه موبایل برد. الو سلام داداش. سلامات فجان. خوبی؟ خوبی؟ قربونت. به موقع اومدی، شام حاضره. نه من گشنم نیست، کارهای دانشگاه مونده. امیر. بله. نصرالله امشب اینجاست. خب. یه امشب به خاطر من با بابا جر و بحث نکن، سر به سرش نذار. دور هم خوش بگذرونیم دیگه. باشه؟ باش. قول. قول دیگه. ببین آقای عدالله، داری میری اون درم ببند، دست درم بکنه. بعدش نغمه جون من اومدم خونه، اینه بچه های مسلوم، دوشم هم آفیسون بود دیگه. اینطوری نه، خدا رو شکر هیچ کس نفهمید. پس عروسی میای؟ ببین نمیدونم، حالا پس ببینیم چی میشه دیگه. خب یاسمینا باره. یاسی بیا مادر. نه یه دقیقه گوشی دسته. بله مامان. بیا مادر این کتابایی رو که سفارش دادی برات الان آوردن. کتاب؟ من کتاب سفارش ندادم، اونم الان. مگه ما غیر از تو دانشجوی دیگه ای تو این خونه داری؟ بس که خرت و پرت میخری حواست نیست. اینا دیگه اسم تو روش نوشته شده. خیلی خوب مامان، دارم با تلفن حرف میزنم، بده یدالله بیاره با. یدالله کار داره. بوده بیا پایین بگیر دیگه، دستم خسته شد. بابا اومدم.
بگیرش. یادت اون موقع دختر بچه ها همه ماهاشون رو میباختن، اما تو یه نفر رو سری سرت میکردی. یه بار بهت گفتم پری تو چرا ماه تو نمیگفتی؟ آره آره قهر کردی، یه هفته با هم حرف نزدی. نه بذار مردم هر چی میخوام تازه. دست در نکنم. خواهش میکنم. بده من. 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 تمامه. آره پایان نامه هست آخرش. بعدش چی؟ بعد چی؟ بعدش برنامه چیه؟ یعنی عکاسی و همین حرف هایی. آره دیگه. پول و پله هم توش هست؟ یه جورایی. آقا نصرالله. بالاخره بیلیت ما میبره دیگه، یه روزی هم تو کوچه ما عروسی میشه. چی کار میکنی مهم نیست، بستگی به جربوزه خود آدم داره. مگه نه آقا نصرالله؟ امیر تعدیف بخور. دست در نکن. عرضه داشته باشی بردی، نداشته باشی کفش پات هم امونت مردمه. بعدش مجبوری هی بشینی لقمه های بچه ها تو بشمونی. با من خانو، با من بدر سگ حرفاره داره به من میزنه، فهمیدی؟ شما ببخشید آقا جون، بخشش هم بزرگتر هست. شما چه میدونی؟ چه عکسی؟ چه کشکی؟ این دیواره، اونم دیوارهای توی خونه، دریق از یه دونه عکس. بفرما، اینم عاقبتش. وا نگو، خدا نکنه. بگو صبح تا غروب خاک تو حلقت میکنی واسه کی آخه؟ من چی کم گذاشتم که باید خفت بکشم؟ بفرما ککشم منیجه خانومه. وقت که پست و مقام میدادن وام میدادن عارف شده بودی رد میکردی. تو آینده منو بخشیدی، زندگی منو بخشیدی، حق خودمو بخشیدم. اونجایی که من رفتم به خاطر پست و مقام و وام نبود، به خاطر این بود که تو اون دوربین لعنتی رو بندازی کوله تو بری دانشگاه. حالا اگه عرضه داری لیاقت داری خودت حقتو بگیر. خوب شد زنگ زدی، اینقدر خوشگله.
چرا گریه میکنه؟ تو اتاق خوراب دور میکنه. چی شده؟ میگم یه دوشارم تو اتاق خوراب دور میکنه. یعنی چی؟ کدوم فروشگاه؟ نمیدونم. از صبح ست فروشگاه رفتی. اسمس از چه شماره یه؟ نمیفته. شمارش نمیفته. پای نغمه. بدبخ شدم. ببین فقط من یه دقیقه آروم باش بذار فکر کن. بله بابا. یاد گرفتی؟ چیو؟ اینو. تربیتم خوب چیزیه. سلام. یاسی دخترم، چرا اول صبح شکم خالی قرص میخوری؟ چیزی نیست، تو شب نخوابیدم، یکم سرم درد. نخور دختر گلم، از گرسنگیه. تو که دیشب شام درست حسابی نخوردی. بیا اینجا یه لقمه برات بگیرم. من امشب دیر میام. باشه. کاری داشتی تماس بگیر. کجایی؟ هستی؟ چیه باز؟ خرابی؟ بستگی داره واسه رفقا. نه بیا با آینه سر و ته بالا پایین چپ و راست 3 ساعته تموم شد. مالی نبود. یعنی میدونی کل صدا کن نبود. 100 بار بهت گفتم تو کتاب ننویس آخه بابا جان. من این کار از قحطه گرفتاری شدیم از دست تو. شب فقان صورت سنگی بزرگ از خونتون بلند بود. گرد و خاک کرده بودی. آره بابا حساب مفت داریم. بعضی شبا خیرات میکنیم. در زم شبه شما از روی پشتبون هویدا بود. عشق افلاتونی هست خودشه. نه آره بابا. بابا نیم راخت بیه ماشینش کروکه ها. نمیدونم چرا ویرون نمیشم. نمیدونم چرا ایرون نمیشم وقتی لیلی میشکنه ظرف منو. نمیدونم چرا
چرا مجنون نمیشم؟ هم شاگردی سلام. چی شد؟ بیا 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 شاهین. بیا یه ذره هوا بخور. بیا ماما سویش ماشین من کو؟ بابا در دیشب یکم عصبانی بود با خودش برد. ای بابا من امروز هزار تا کار دارم. میگم امشب خیلی دیر میای نه؟ معلوم نیست. چطور؟ هیچی همینطوری. احساس کنم مامان این روزا خیلی تنهاست. پس دختر برای چی بزرگ کرده؟ به جای فضولی و سر به هوایی بهش برس. ولی هیچ کس نمیتونه جای شما رو بگیره. مگه اینکه چی؟ حرفتو بزن. بابا میشه سویچ ماشینمو بهم بدین؟ من امروز واقعا ماشینو لازم دارم. تو میدونی من چی لازم دارم؟ یه دختر عاقل و حرف گوش کن که وقتی بهش میگن قبل از غروب خونه باش زبون بفهمه، وقتی به تلفنش زنگ میزنن جواب بده. این ماشین مال اون دختره، اگه پیداش کردی خبرم کن. جایی خواستی بری تماس بگیری، یه دلار رو بفرستم ببرتت. ایمیل خود رو چک کرده و با ما آینده رو تجربه کنید. دلار رفته بیرون، زود بر میگرده، بعد میتونی باش هر جا که خواستی بری. پدرت خیر و صلاح تو میخواد. ایون با عزت و آبرو زندگی کرده، حق داره از حرف عزیز مردم بترسه. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بلنش باشو صورت تو بشور. اینو چرا انداختی؟ پدرت سویچ رو داده دست من، میذارمش رو میز. میگم شانست زده طرف جان و شرایطه، خر نشی دل بدی به کار. عشق عاشقی ما نمیفته ها. نه بابا جان، اصلا طرف محل نمیده. اونم را داره، یه عروسک خری، میمونی، گاوی، شغالی، پلنگی، چیزی براش بخره. یا از این شما که دورش نخه گونی بستن. حل دیگه. نه بابا از اوناش نیست، آدم حسابیه. آه پا بگو، کار تموم، ما بیخبریم. هوادارشی، اونم با موج مکزیکی. حالا هرچی، بعد از این زندگی مورچه روزی خلاص شیم. در منکرش لعنت، بشمار 1 2 3 و تمام. چقدر شد؟ مرسی، 3 دقیقه و 45 ثانیه. اوه دیرم شده. باز رکورد زدی نابده، حیف اون مخ. فدای تار موت، نه شعبده بود نه چشمندی. وقتش چراغ این مجلس رو روشن کنی. مرد و مردونه، دستتو تو جیبت کن و هرچی کلمتو بریز بیرون. بیخیال شاین، بازه مستجر اجاره ما نداشته بده، منم نگرفتم ازش. جون همین شیشتا بده کارم، امروز برم لنگم میذارم. شاهین بیا رضایت بده و بذار کنار. ای جان تو، این عادت و جبر تو واسه من شده مرگ. ضرب و تقسیمش هم کنی، جز خرابی چیزی تو کت ما نمیره. بی خیال، سر تو سلامت. اگه یه روز شایی اینقدر شر و ور به هم نباش. چیزی نگفتم که
ای چیزی گفتم به جان تو اف که دیرمه بیا چهار تا وسطه بیا شیش تا چه کوفتی میزنیم اگه تو ببین منو دیگه تو کتاب نمی نویسم یاسی خوبی؟ گوشی رو بردار منم نغمه چی میگی نغمه؟ چی شد دختر؟ من دارم بیمونه میشه خب با اسمس ازش میپرسیدی چی میخواد؟ نمیشه من نزدیک خونتونم بیا بیرون من اصلا حوصله رانندگی ندارم یاسی من ماشین بابامو گرفتم بریم یه دور بزنیم ببینیم چی کار باید کرد حالا هواتم عوض میشه این واسه من شده یه چرای گنده تو از هر نظر بهتری چرا از تو عکس نگرفته؟ نمیدونم تو که منو بهتر از هر کسی میشناسی این درد سر بیشتر مراقب باشین اگه اومدین واسه اون نشانتونه کوچولو تشکر کنین قابل شما نداره آخه تو چی از جون هم میخوای پس بدرد ما اینجور هدیه ها رو تنها به مشتریای خاصمون تقدیم میکنیم تو چی هستی عوضی؟ کجایی؟ ورزش میکنم شما اهل ورزش نیستین باعث میشه لباس تو تنتون خودشو بهتر نشون بده داشتم فکر میکردم عکسای شما با اون لباسای بی نظیر چقدر هنرمندان است یه شبه چه شهرتی به هم میزنیم جرعتشو نداری جرعت نمیخواد حتما توجه کردین سردر متروها جلوی سینما ها اینجوریه دیگه خدا باید باختم نکن اتفاقا من معتقدم سرنوشت همه ما دست خودمونه مثلا شما اون فضای سبز و سر چهارراه میبینی اگه تا چند لحظه دیگه اونجا نباشین ممکنه سرنوشت شما به کل سینما بشه چی فکر کردی؟ پلیس پدرتو در میاره فعلا بهتره بدونی یکم ورزش ضرری نداره تنها نیومدم البته که اومدی ولی تلاش خوبی بود دست راست شما یه نیمکته زیرش یه وسیله بزرگ روزنامه است برش داری لطفا آخه مگه تو انصاف نداری با من بازی نکن اتفاقا چرا اون پسر بچه که دست فروش رو میبینی داره میاد سمت شما صبح تا شب واسه شنده غاز سر همین چهارا کاسبی میکنه خب که چی؟ این روزنامه ها مال اون پسر بچه هست شما به کرم خودتون همه روزنامه ها رو ازش بخریم گناه داره تفلک الان لطفا مگه شما انصاف سرتون نمیشه خب تبریک میگم شما موفق شدی بازی تموم شد ببین بچه این بچه ناشنواست کلی از این مچه ها هستن که باید در خشکشون کنم خب کار خیر همینه دیگه خیلی خوب آقای خیر حالا میخوایی مثل آدم خودتو نشون بدی یا نه با کمال میل فقط تا من یه قهوه میخورم شما یه لطفی بکنین اون خبر صفحه دوم روزنامه رو برام بخونین میخواستم بفهمی با کی طرفی بچه من 200 تا مثل تو سر کله زدم میدونی اگه اینا واقعی بود اگه اون دوستای کوچولوی من یکی از این روزنامه ها رو به اون بابای پست‌سازت میدادن چی میشد
کار میخواستی بکنی عوضی؟ بسته دیگه، تو رو خدا بسته. دیگه دست از با خطا نمی کنی. روشنه؟ روشنه. هم صحبتی با شما افتخار بزرگی بود. فقط امیدوارم از کلاستون جا نمونده باشین. سلام شبنم، خوبی؟ عکسات فوق العاده است، حرف نداره. قربونت ممنون، مرسی. استاد کجاست؟ اوه، کجای کاری؟ استاد رفت. امین جونه، چند تا سال دارم عکسات رو بزنم. میدونی کجا رفت؟ رفت کتابخونه. من برم یه لحظه کتابخونه، زود برمیگردم. به استادم گفتم عکسات حرف نداره. سلام استاد. سلام به آقای کریمی، چه خبر؟ مخلصی. نکنم اومدی واسه ما زری بزنی؟ نه استاد، من خیلی وقت اینجا بیرون بودم. بچه‌ها دروغ نگو، دیدم اومدی. شرمندم استاد، به خودم این روزا خیلی گرفتاره. به هر حال رده. چی استاد؟ عکسای پایان آمد رده. نگین تو رو خدا، چی کار کنم آخه؟ برای چی؟ قرارمون چی بود؟ خوب نگاه کن، قرار داری رفتارهای اجتماعی مردم رو ثبت کنی. رفتی اونا رو از دور دید زدی، اونم با شیطنت. استاد این خودش چه جور خلاقیته؟ این عزیزم مزاحمته، هر کاری اخلاقی داره. استاد دیگه خیلی داری سخت میگیری. سخت میگیرم چون کارت خیلی خوبه، ولی با این طرز تفکر که تو داری ترسم نرسی به کعبه کریمی. حالا چی کار کنم استاد؟ این گوشی رو تازه خریدم، عکسای خوبی هم میگیره. یعنی گابش منداز. این همون حالیه که اگه این بندردون خدا ما عکساشون رو ببینن بهشون دست بده. عجب دنیای بدی شده استاد. امیر. بله. امیر خبر داره مسابقه عکاسیه؟ نه خبر نداره. نه موضوعش اینه، شهرساز تمدن. جایزش 5 سکه است. این سکه ها به من شما نمیرسه. میگم یه دو تای کار کنیم، جایزش هم اسمس. نه گرفتارم. خب بخوای من عکس بگیرم واسه جفتمون رو بزنم؟ نه اصلا حرفش نیست. خب بخوای تو عکس بگیر. اینو بده من. روش بکن. سلام. میدونی اسم مسابقه عکاسیه؟ دیدی؟ آره بابا. کی؟ نه خیر نمیدونستی. آه 5 سکه اینها تمام بهار آزادی جایزه شه. مزاحمتون نباشیم یه موقع. نه مهم نیست. گفتم اگه دلتون بخواد میتونیم تو این پروژه با هم دیگه همکاری کنیم. من که موافقم. موضوعش چیه؟ نقمه. من که فعلا حالم از هر چی عکس به هم میخوره، ببخشید. راستی کتاب با رئیسی خوندی؟ آره. تا صفحه 5 شد. قرار وقت تمام کرد بده منم بخونم. این دیگه چیه؟ یه هدیه ناقابله. گفتم شاید دلتون نخواد بعضی چیزا رو خانواده‌تون ببینید. برای خوندن اون کتاب هم زیاد عجله نکنید. من فعلا بهش نیاز ندارم. الو. سلام علیکم. الو تو هم هی جفا بیا وسط حرف من. منتظر. باشه 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 اومدم. خدا حافظ. باریکلا ماشین از کجا خریدی؟ نه با مال صاحبکارمه، گرفتم با هم بریم یه دوری بزنیم. چیه عاشق دلباخته؟ تو هنوز تو کف اون دختری؟ من نمیدونم دختری چی داره که اینقدر خرمگس مرکلمت. خیلی ممنون. حالا سوار شو. ساکتی؟ تعریف کن زبونه کرایه میخوا؟ میگم بریم شاهینم برده. من چه ردی به تو کردم آخه؟ داداشته. همه جد و آباد من یه بابا بود که دق کرد و رفت. میخواد بذاره کنه. توبش فقط مرگه. امروز سرد میکرد، فردا میرفت پیره مرد و میچز اون پول دوتا دود نشگی ازش بچکه. حرفای خودشه، یادت نیست؟ نستشه، تقاستشو داده. بابا جان هنوز فکر میکنه رفتن مادرتون تقصیر اونه. نبود، مامان خودش تلاف خواست. حالا هرچی، برگر رویا، بی خیال گذشته.
کجا؟ تو اون خونه؟ با اون حال و روزش؟ تو اینو میخوای؟ برش دار. بازم زحمت رسوندنش با تو بده کوفت کنه. خیراتون پیره مرک دستش از خاک بیرون نمونه. باش بهش میدم. ای کاش به بابام قول نداده بودم. قول دادم و عمل کرد. اون خونه خیلی وقت از راه نگم در اومده. بابا حالا با اینا چی کار کنیم؟ ما که کاری نکردیم. بعد من تو این خواهر برادرم از کاری نمیده. فکر نمی کنم کار اون باشه، ولی بعیدم نیست شاید کار خودش باشه. همه جا دنبالم. من خودم نفهمیده بودم جریمه شدم. اون حتی میدونه بابای من چجوریه. میدونه که نمیتونم برگ جریمه ماشینمو به بابام نشون بدم. میدونه که باید براشون بچه مثبت باشه. ولی من نمیتونم چشامو ببندم و هیچی نگم نقمه. چی میخوای بهشون بگی؟ نمیگن ننه باباتون کجا؟ خدا سستانم. چه کاری بود بفرمایید. ببخشید. الان بله. الو. من اختیار این یه وجب تاخچرم تو این خونه ندارم. تو هی هر روز اینه به من بگو، منم هی هر روز اینه به جواب بدم. امیر کجاست؟ بالا پشتبون. بالا پشتبون چیکار میکنه؟ من نمیفهمم این یه وجب پشتبون حاجت میده که این بچه صبح و شبون بالا پلاسه؟ سر شب شامشو دادم، گفتم یه لقمه نون راحت از گلوت بره خانم. خانم اگر امیر بیفته گله این پسر شاهین، شب و روز من و تو و از زاریات ها نگی نگفتی. هم دور از جونش. شاهین که پدر نداره، کاری هم به کار کسی نداره. اونم که زار زندگیشو برده بالا پشته بود. خودت خواستی، یادت نیست؟ گفتی عکس برات نون و آب نمیشه. تو دلت دریاست به خدا، اما من هنوز هوار هوار مرحوم مجتبی تو گوشمه. چی میکشید از دست این جوان و این زندگی؟ از کجا معلوم امیر اونو عوض نکنه؟ ها؟ غلامی که آبجو بارد، آبجو آمد و غلام ببرد. تازه تنوره؟ داغ داغ، امروز گرفتم. فقط نمیدونم چرا تو عکسای یه جوریه. عشقای کور نمیخوام، چیزی با زور نمیخوام، وقتی نزدیک نمیشی تو را از دور نمیخوام. عشقای کور نمیخوام، چیزی
من تا روز که زنده هستم میشه میشه رو باید بروشه الان میدونی آدم ها دو دستن، دسته اول دسته دوم. دومی ها همیشه دنبال دست سر میگردن. منظور تو جز دومی هاشی. از کار امروزت اصلا خوشم نیمد. گلگی و شکایت و پلیس. از کجا میتونی؟ خدمات پس از فروشه دیگه. در ذهن یکی هست که خیلی دوست داره از همه کارا سر در بیاره. پس باید دیده باشه که من نرفتم تو. این دفعه فقط از اینت رو بردی بالا. چقدر میخوای که دست از سرم برداری هون؟ چقدر که نتونی بدی. 50 میلیون، 100 میلیون. کارتون زدی بدبخت. من هیچی ندارم به تو بدم. هیچی. دیگه شکست نفسی میکنی. اگه جرأت داری خودت رو نشون بده. البته هم دستت که خیلی تاب. هنوز منو نشناختی. من جزء گروه اولم. اونایی که درد سر میسازن. فردا فردا میام سراغت. ببین چه شاد بودیم. آره یادش بخیر. عروسک رویا رو خودم ساختم. انقدر دلم میخواست دوباره این عکس سه نفری رو همینجا رو همین پشتمون تکرارش کنم. بعدش به قیامت داداشی خوشی ها. امروز رویا اومده بود. پس بگو چرا سفره دلت پهنه. یه چایی بخور. یه چایی بر میگرده خودت بهش پس بده. به من چه برشدار بابا. نمیشنوی چی میگم دیگه. بردار بهش پس بده. به من ربطی نداره. من مزغون بزنم 100 تا اینو کاسبم. تازه اجاره خونم هست. اگه این شندر قازو میرسونه خرج خواب راحت و روح پرفروغ باباشه. غلطه. خب که چی؟ بابا جان اونم حق داره. 1000 جور زحمت میکشه تا پول وام خونه رو جور کنه. بعد تو چیکار میکنی مثلا؟ باشه بابا. تو حق داری. اون حق داره. منم که این وسط مساوی کردم. گیر نده شاهین. بیا چای تو بخور. نبینم قوزه 90 درجه شده باشی یا؟ ای چیزی میگی شاهین بابا. اینا آن جدیدی که ساختم بخونی. جون امیر. عشقت با من هر جا امیر اومده بودم حالتو بپرسم، ولی مثل اینکه بودن با رفیقای نارفیق بیشتر بهت میچسبه.
این چه حرفی میزنی؟ پری جان من مطمئنم همه چیز درست میشه. ببین اگه گذاشته بودی شب اونجا پیشت بمونم الان خیالم راحت تر بود. پس چرا داری این حرف رو میزنی؟ من چجوری میتونم بخوابم وقتی که تو اون وضعیت هست؟ باشه بچه ها توجه داشته باشید، ارتباط کادر با مفهومی که میخواید القا بکنید باید حتما مطابقت داشته باشه. پس مبحثی که امروز در مورد لنزها و کاربردشون براتون گفتم رو حتما به خاطر داشته باشید تا عکسای خوبی ازتون ببینم در کلاس بعدی، مثل عکس خانم احمد. منتظرتم تا 5 دقیقه دیگه خودتو برسونی. آقای کریمی با شما هستم، امیدوارم که موفق باشید و مبحث ما دیگه تمومه. مرخص، خداحافظ. یاسی کاش میذاشتی منم باهات بیام. سلام، ببخشید من نمیتونم. ببخشید من اصلا وقت ندارم. خدا سلام علیکم. راستی از اون مسابقه عکاسی چه خبر؟ میشه بعد ما حرف بزنیم؟ بازی با شما اینطوری برخورد کنه. ستیجه چرا انقدر به حیثیت من بازی میکنی؟ چه کاریه؟ این عوضی کیه؟ تو که بهتر میدونی، هم دست خودته. اصلا نمیفهمم دارین چی میگین. تو رو خدا یه ذره واضح تر حرف بزنی. هم دست یعنی تو رو خدا فقط دست از سرم بردار. من نباید بدونم چی کار کردم. من نباید تو رو پایین انقدر بازی در نیار. پس تو چرا خودتو قاطی کردی؟ دوست صمیمیمه، من قول دادم کمکش کنم. ولی اون اصلا امروز نگران به نظر نمی اومد. مدلشه، میدونی قیافش یه جوریه انگار خوشبخت‌ترین آدم روی زمینه. به پلیس گفتین؟ شاید این یارو با خیلی دیگه این کارو کرده باشه. بابا یارو دیوونه است، اگه بفهمه همه عکس و فیلم‌ها رو پخش میکنه. پای آبروی خودش و خانواده‌اش وسطه، میفهمی؟ آره خوبم میفهمه. نشونیشو بده. چی؟ نه فکرش نکن. بالاخره
که پیداش میکنه. تو دیگه خرابترش نکن. بابا یارو دیوونه است، یه نگاه به خودت بکن. اصلا مشکل نغمه است، به تو ربطی نداره که. خیالت راحت. مشکلی پیش نمیاد. گل شرف اینم اگه پس گرفتم نگاهشو نکن. خوبه. حالا بگو نشونش کجاست. برخه مدرسی دیدی که پسر خوبیه؟ میخوای مال خودت کنیش؟ نه یه دقیقه من گوش کن. چرا من؟ به خدا اولش از دهنم پرید، فکر نمیکردم اینطوری بشه. نه خیلی تو فقط میخوای منو خراب کنی. آخه واسه چی باید تو رو خرابت کنم؟ وقتی فهمیدی به من علاقه داره زهر تو ریختی. علاقه کدومه؟ این چرت و پرت چی داری میگی؟ چرت و پرت میگم؟ پس تو الان به خاطر کی داره خودشو به خطر میندازه؟ ده بگو یاسی خانم تاوان کارت دیگه روز پس میدی. حالا میبینی تو منو کشیدی تا اینجا. این چرت دیوونه از ناکس دندونای جنس شمارده. 50 میلیون میترسم نخوای. این قصه مهرز مسئله داره. از ما گفتن پروندهش به تو نمیخوره. اونم چی؟ رفیق دختره. برو بابا. دیگه واسه این حرفا دیره. یک آشی براش پختم. رفیق من دل شکسته عزیز، ریخته دختر. اوه چرا کلیدی؟ نمیدونم. اینا همشون اینه همه. از هر کدومشون بپرسی همینو میگن. خوب باشه، بهتر باشه، قدش کمتر از 160 نباشه، سوء سابقه نداشته باشه، سوء نیت نداشته باشه، سوء تغذیه نداشته باشه، سوء چشم نداشته باشه، هیچ سوءی نداشته باشه. خرجی بده، خرجی نخواد. بله، مگه دختر چی میخواد؟ یه زبون خوش. اون مزغونه بده من. بشکم بزن. بشکم بزن. جون امیر. دخترا به فال دارن ویلا، قول میدن و غلط میذارن ویلا. دخترا به فال دارن ویلا، قول میدن و خوشایی ولش. پاشو بریم. کجا؟ پاشو بریم اتمیم کنش. کجا؟ آتیشش تنده. به اجبار به دوستم خیانت کردم. خیلی که اذیتش نمی کنی؟ نه، خوب کردی خبر دادی. دیگه دست از سرم بر می داری؟ گفته بودم یه کاری کن پسر ازش فاصله بگیره. ذهن پسر رو نسبت بهش خراب کن. الان وقتشه. باشه، سعیمو می کنم. به خدا من منظوری نداشتم. خودم فردا همه چی برای امیر تعریف میکنم. خوبه؟ اوه من چه میدونستم تو میخوای بهش. خدا بگم چی کارت کنه. مراده شده چیه واسه فیز خوری یادم افتادی؟ آفره سعدی میخوای؟ هیچی توپه توپه. ایشون صاحب کاره. سلام علیکم. درو با کن. تو غلط کردی. تو تا این وقت با لغت کتاب خونه بودی؟ دیوانه. تو کی میخوای حال این بشه که دل تو سر از من و مادرت تو دنیا کسی داری تو پیدا نمیشه؟ بابا به خدا داشتم میمدم خونه. صد سال سیاه
هر چی بهش میگی انگار نه انگار. این بچه اصلا یک سر سوزن احساس مسئولیت سرش نمیشه. چه کار کرده طفل معصوم؟ آخه خانم الان وقت اومدنه. جوونه، اینقدر نزن تو زوق. عزم اون پسره رو لیلی به لالاش گذاشتی رفت اونور دنیا موندگار شد، حداقل این دختره رو لوسش نکن. باشه خودم باش حرف میزنم. حالا گلگاب زبون میخوری برات بیارم؟ با یه گلگاب زبون. عزم اون بیرون پر گرگه، گرگ. قبول، ولی با داد و بیدادم که نمیشه جوون بزرگ کرد. میشه؟ چه کار باید میکردم که نکردم ها؟ طول دختره عاشق پدراشونن. پدرها باید بیشتر با دخترشون صحبت کنن. صحبت از چی؟ از خیلی چیزا. من تو سن و سال اون پدر نداشتم. میدونم درد بزرگی. پدر قوت قلب دختره. باشه، ولی اینقدر لیلی به لالاش نذار. چشم، برمیگردی؟ معلوم نیست، تو که میدونی اونور چه خبره. نگران نباش، خداحافظ. به سلام. اضافه سیار 12:47 متاسفانه اشتباه. سوال بعدی، پسر سفاها که ماست رو ایراج تو که واسه تو تک مادم ردی حالو ردیفی وقتشه ها توب چشای چراغ مطالعه منم. ببین آمارت غلط در بیاد زندگیمون مثل بادبادک رو حواسا. برو از سرت باشه. پس من میرم یه سرگوشی آب میدم برمیگردم. شده؟ یاسمینا چی؟ یاسمینا بهت دروغ گفته. عکسا مال من نیست، مال خودشه. و اینک تیر خلاص. فکر بودم کدوم عکس تو بهش کادو بدم. امین بود دیگه اسمش، نه همین دورو براس امین. امشه زیادی عجوله. قبول دارم. ببینم اگه قرار باشه 50% له بشه تو کدوم قسمتشو ترجیح میدی؟ باش کار نداشته باش، همش تقصیر منه. برای همین میخوام یه درس حسابی بهت بدم. ببین به وقت بده باش صحبت کنم. من خواهش میکنم. بد فکری نیست. باشه 10 دقیقه. 10 دقیقه بهت وقت میدم به شرط که به کل از زندگیت بندازیش بیرون. چی؟ شنیدی چی گفتم؟ این عاشق پیشه بد جوری سریشه. ولکن ماجرا نیست مگه اینکه ازت متنفر بشه. چرا باید دروغ بگه؟ هم از تله جسته، هم پیش تو اسم بدنومی نداره. خالی نونده شوالیه مفت از کجا پیدا کنه؟ مستر دونکی شد. تا اینجوری نیست،
خودم بهش پیله کردم نشونیشو بده. حالا میگی چی؟ بمونیم یا بریم؟ نمیدونم. آمار گرفتی چند نفر تو مغازین یا روهن؟ نمیدونم. بعد چی میدونی؟ بابا اینا مثل جغد خوش شدن تو این تاریکی. یا خودش یاسمین هست. الو الو. خب گفتم که پشیمون شدم. مشکل نغمه است، تو لازم نیست دخالت کنی. بازم دروغ. اون نغمه به من زنگ زد. میدونم یه عکس هست توه. چرا راستش رو به من نمیگی یاسمینا؟ قضیه این عکس ها چیه؟ مرد که عوضی از کی میشناسی؟ میخوای راستش رو بدونی؟ حالم از قیافت به هم میخوره. از اون جستای روشن فکری و عکسای مسخره بیزارم. از اون گیر دادن و دخالت کردن از همه چی بدم میاد. خیال کردی من سوپرمن بازیات دل میبری؟ اصلا تو چرا تو همه چی دخالت میکنی؟ ازت متنفرم. ببین خوب گوشت رو واکن ببین چی میگه. اصلا تو نداشتن من اینا خانواده من. دنیا که به آخر برسه ها. الو الو. زدی تو خال. دختره گیرم رو آورده. همش سیاکاریه. چی؟ بهت میگم همش سیاکاریه. بیرون مغازه دوربین داره. طرف ساختیاتو چوب زده. گرفتی؟ همش بازیه. حالا خود دانی بگی نمیزنیم گاراش. جون شایمه الان اصلا نمیدونم کی به کیه. کیجم الان؟ هر کاری میگم بهت بکن. دستشو خوندم. تنهاست که پارس میکنه. ولی فقط آمار تو رو داره. اگه سرزب خفتش کنیم بردیم. هستی؟ الو الو یاسمینا یه دقیقه گوش کن. دوستت دارم یاسمینا. یه دقیقه گوش کن. یاسمینا گوش کن. دوست دارم. تو فقط لب تر کن. خدا میکنم درست نه چه یاسد مفروض باشه اگر من بدونم که تو بیا یه کمک کنیم بیاریمش بالا. اینا بقیهش کجاست؟ بقیه چی بچه؟ جواب بگیم. اینجا خبری نیست. حالا تو رفت سر جاش. مردی که نامرد. بقیه اینا کجاست؟ با تو هم حرف بزن. خیلی بچه کجا گذاشته اینا رو؟
پول بده. پول بده. پول بده. اینم پول. چیه؟ همین بستنه. شفا بده. بچه ها این بی شرف رو برش داریم بیارین. میخوام ببینم این بی حیا دوربینا رو کجا کار گذاشته. دنبالتون میگردی بچه، برش داریم بیاریم. بریم بچه ها، بریم. امیر خوابی بی خیال اول سر را یه دست گل بگیر، بعد برو بیمارستان. کارت که اونجا تموم شد میری دانشگاه. میخوام کاملا مواظبش باشی. کجا میره؟ با کی حرف میزنه؟ یدالله من غیر از تو کسی رو ندارم. جوونی باید مواظبش باشی. میگم اگه یارو دوباره پیداش بشه چی؟ اگه کپی داشته باشه. نه بابا جون، الان از سایه خودشم میترسه دیگه. من که باورم نمیشه همه چی تموم شده باشه. ببین راستی اون صبر کن، هنوز یه چیزایی مونده. مونده؟ دیگه چی مونده؟ اون روز که با اون پسر دیدمت اتفاقی نبود، دنبالت کرده بودم. با اون عکس و قبض جریمه میخواستم همینو بگم. تو دانشگاه موقع خرید هر جایی که میشد ازت عکس میگرفتم. حالا خودت خوب میدونی چرا من میخواستم. بسه دیگه نمیخوام بشنوم. باید بشنوی. من به حرفای دیشبت خیلی فکر کردم. راست میگی، لابد آدم بدفیلهی بودم که هزار جور بهونه جور میکردم تا دو کلمه باهات حرف بزنم. من اصلا منظورم این نبود. آخه تو چه توقعی از من داری؟ من با همه تو دانشگاه همینطوریم. این همه آسه رفتم، آسه اومدم، دیدی که آخرشم چی شد. اون موقع نمیدونستم من و تو هیچ ربطی به هم دیگه نداریم. حرفای دیشبت کار منو راحت کرد، خلاص شدم. بیا اینم بسوزون. حالا دیگه همه چی تموم شد. واقعا.
گفتی بیام اینجا. الان تفتک پیش خودش هزار جو فکر و خیال میکنه. این از جلوی دانشگاه، اینم از اینجا. دیگه مهم نیست. میخوای برم باش حرف بزنم؟ قاشیتو میدم ها؟ لازم نیست. هرچی بود گذشت رفت. کجا بری؟ جایی از این حال هوا در بیرم. میدونم کجا ببرم. سلام. علیک سلام. امیر این روزا دیر میاد خونه، زود میره. تو دوره برش میپلکی. یه باکیش هست. چشه؟ خبر ندارم. چرا از خودش نمیپرسین؟ بچه که نیست. خوب بدش رو میشناسه. آره. پس این وسط تو چی کاره ای؟ شیپورچی یزیدی یا تبال امام حسین؟ هیچ کدومش. من فقط رفیقشم. رفیقشی. پس رفاقت کن، تنهاش بذار. مطمئنی؟ از آخرین باری که توی کوچه بودم انگار که هزار سال گذشته. خب کی میخوای برگردی؟ من دیگه هیچ وقت اینجا بر نمیگردم، خودت هم میدون. باش، به هر حال ممنون که اومدی. ببین باز شیطنتت گل کرد. خدافظ. به شاهین بگو خونه زیرپولزی رو به دست آوردم. نه چی؟ زیرپولز نقشه تهران، خونه آرزی من و شاهین تو بچگی. آها، خونه زیرپولز. باشه. دلم میخواست مثل زمان بچگیات وقتی تو خوابی تماشات کنم. همون ساعت چنده؟ مامان چرا من امروز بیدار نکردین؟ من کلاس دارم. مامان گفت امروز باید بمونی خونه. چرا؟ که بفهمه از کی تا حالا با هم کلاسی ها توی پارک قرار میذاری. از کی تا حالا آبروی ما شده بازیچه دست تو. شما تعقیبم میکنی؟ چرا از من مخفیش کردی؟ چیو مخفی کردم؟ شما فکر میکنین بچه؟ مطمئنی؟ چرا به من اعتماد نداری؟ به دور و برت نگاه کن، تو هنوز عروسک میخری. ماما من روز حتما با برم دانشگاه. منتظر میمونم که با هم صحبت کنم. عکسشو دیده؟ بگو بده کن خودتو. باز با لودر بیام گوده قلبتو خالی کنم؟ نشد، انگار با هم جور نبودیم.
باباش کیه؟ چی کاره؟ باباش گرد شده مهندس رنگی اومدم. گفتی رحیمی؟ مهندس عباس رحیمی؟ بله آقا جون، بله میشناسمش. آدم آبرودار و کار درستیه. دو سه نوبت براش پی کندم. حاجی نریا. اومدم اومدم. چای تو بخور تا من برگردم. استارت بزن. نه نزن حالا بزن. سلام میبینی این همه ساختمون و برج و پل و تونل تو این شهر ساخته میشه، علف نیست که یه دفعه سبز شه. هزار تا آدم مثل من تو این گودالیا جون میکنم و اینا طبقه طبقه میره والا. بابت حرفای اون روزم شرمنده آقا جون. دشمنت شرمنده باشه. انیس و مونس یه عمر زندگی چیزی نیست که تو بقبالی پیدا بشه. اگه گرفتارشی مردونه پاش واسه دل تو یه دله کن. میترسم یه دفعه بشن مثل این قل به سنگ. پس با اجازت آقا جون چند تا عکس ازتون بگیرم. از من؟ کار دارم، اگه میخوای چیزی بگی زود بگو میخوام برم. باشه. ببین من مثل تو بلد نیستم بهونه یالکی به تراشم. اومدم بهت بگم از عکسات، از ادای روشن فکریت، از سوپرمن بازیات، از همش خوشم میاد. حالا چی میگی؟ ببین من دارم از گشنگی میمیرم، تو چی؟ یه رستوران خوبی دارو برام میشناسی؟ آره بابا، برو بریم. بهت فرصت میدم. حالی نبر. میدونم عکسی در کار نیست. همشون از بین رفتن. من چرا آبی نباشم وقتی دریا تو چشاته؟ چرا آفتابی نباشم وقتی عشق
چطوره؟ بچگیمون یادته رفته بودیم بالا این درخت توت، شرط بسته بودیم هر کی زودتر بپره. تو پریدی. یادش بگیر، میخواستم از رویا کم نگرم. یادته بهم گفتی بپر؟ پایین نگاه نکن، بپر. چقدرم که تو حرف گوش کردی. اگه زد رفتیم بالا مالا ها، هیچ وقت پایین نگاه نکن امیر، هیچ وقت، چون دیگه نمیتونی بپری. چه شده شاید؟ تا اینجای خوب دورو برات نگاه کن ببین. منو بچگی این پشت بوم کشکه، این عکس آشغاله، هرچی اینجا سفنگه. این پایین تالمون به برج ریق امیر. اگه رفتی خر معرفت بازی نشو، برو زندگی کن. برو وای سنم. بیا ای صاحب فال، بدان که بدخواه و تنگ نظر در اطرافت بسیار داری. پس به خداوند پناه ببر از شر دشمنان نیم سیرت و هرگز از عدالت خداوند غافل مباد. بده دونه تو. واسه چی؟ بده، میخوام که آبدارت کنم. اونوره نه زن من میشی؟ چیه؟ بابات موبایلشو جا گذاشته؟ حتما میخوام ببینمت، میخوام ببینمت. این بود اون عزت و آبرو داری که میگفتی؟ این بود ترس از حرف مردم؟ تو دخالت نکن، یه عمر با این حرفا زندگی کردی، مراعاتشو کردی، اینم مزد دستت. خیلی ساده ای مامان. برو برو حاضرشو. قبل ازدواج ما پدرت ازدواج دیگه ای داشت. پری، همون کسی که صداش از پیغامگیر گوشی پدرت شنیدی. وقتی فهمید بچه دار نمیشه، با اصرار از پدرت جدا شد. بابا منو میبخشی؟ میگم بابا ای کاش میذاشتیم من پیشتون بمونم. نه برو مراقب مادرت باش، اینجوری خیالم راحت تره.
در مورد اون پسره دوستش داری؟ اولین عشق. فقط خدا کنه درست انتخاب کرد. از بابا عذرخواهی کرده. راستش خواستم یه حقیقتی رو بهتون بگم ولی نتونستم. نمیدونم چرا، شاید ترس از آبرو. در مورد چی؟ در مورد من و امیر. چیزی شده؟ نگران نباشم. امیر من از یه دردسر بزرگ نجات داد. اتفاقی افتاده؟ بهت میگم تو مطمئن با بعدم با صحبت میکنم. سلام آقای مهندس. سلام. من بفرمایید. اینم امانتی شما. چه که حسن انجام کار. دیر نمیشد آقای مهندس. ضمناً من الان جای دیگه مشغول کارم. میدونم. ولی خب من میخواستم. میدونم برای چی منو احضار کردین. درسته. من پدر اون دانشجو هم. امیر کریمی پسر منه. ولی همون جور که به من اعتماد دارین آقای مهندس، به پسر منم بعد اعتماد داشته باشه. پسر خوبیه، کاریه، اهل زندگیه. سلام. سلام امیر. خوبی؟ بریم الان خوف کردی ماشون؟ نه باز گذاشتم این ببرم. اسم واضح به خودت باش. خواهی نداری؟ نه من که الاسم خواهم شد میام دارم. باشه خدا خدافز. سلام علیکم. مبارکه. شیرینش رو کی بخورین؟ ای بابا شما که خودتون صاحب مجلسی. سوار شو تا یه جایی میرسیم. سوار شو دیگه ناز نکن. باش. خب توجه کنین، موضوعی که میخوام مطرح بکنم در رابطه با انتخاب پایان نامه هاتونه. جهنم خوش آمدید. بازی آغاز میشه. موضوع پایان نامه رو خیلی دقت کنید. اگر موضوعی که انتخاب میکنید اونی باشه که دوست داشته باشید و خب اینم مترو بقیهشو خودت باید بریم. نگو که اومده بودی اینجا فقط منو برسونی. من باید ازت خداحافظی کنم. همین روزا دارم میرم. میری؟ کجا؟ ترکیه. یه شرکت اونجاست که لوازم خونگی داره. میشناسیمش تو کارهای لوازم خونگی اینجور چیز هست. به همین راحتی؟ شاهین چی میشه بعد؟ مگه تو نمیگفتی خونه آرزوهاتون رو خریدی؟ شاهین تو رو داره، انگار که همه دنیا رو داره. فقط میمونه خونه که باید سندش رو به نامش کنه. شوخیت گرفته؟ کادوی خداحافظی، یادگاری های بچگیام، شعری که تو دفتر نقاشیم نوشتی، تیله ها، اون عروسکه که از چوب بستنی ساخته بودی، همش اینجاست. میخوای ببینیشون؟ آره. ببخشید من یه چیزی پیدا میکنم بریزید توشون. آخه خوب شد نش همه با شاهین بازی میکرد. زود بزرگ شدیم. این کاغذ رو بده به شاهین وقتی من رفتم. باشه. چی هست همش سفیده که خودش میدونه چی. شما دوتا دیوونه ایدا اومدی با یه همچین خبری، توقع داری من چی بگم الان؟ هیچ. بگو خداحافظ، برو قدمات. مارک دارم که هستی، اون چیه رو بازوت؟ الو الو آیا گوشه بردار، گوشه بردار. ببین من میخوام بدونم این ساکو تو از کجا بردی؟ این پیس خریدو نگرانتم، سریع به من یه زنگ بزن تو
خدا. عشقای کور نمیخوام، چیزی با زور نمیخوام، وقتی نزدیک نمیشی تو رو از دور نمیخوام. باشم از کجا خریدی؟ به شرکم سر بزنم. من با توی شراکتی ندارم. کجا سرت انداختی پایین همینجوری میری؟ اینجا با تاقای پروبت اشتباه گرفتی آقا. از ما کشتی هم که داری؟ چه بی خبر؟ میگفتی بیام حمالی؟ اسباب کشی چیه؟ من فقط دارم تغییر دکوراسیون میدم همین. بذار این بچه درسش تموم بشه. تو چرا نداری عجله میکنی؟ بهونه نیار، خودت میدونی که اصلا ببینم، تو اصلا میدونی پسر کیه؟ چیه؟ میدونی که خب بذار بیان آشنا. نمیخواد. من خودم هم تحتوی قضیه رو در بردم. پدر پسر تو پروژه ولنجک کارگر خودم بوده، راننده لودره. ازشون بدی نشنیدم، ولی خانم این دختره کلش داغه، ناز نازیه، دو روز بیشتر دوام نمیداره. حالا اگه یه جلسه بیان بشینن و برن، آسمون به زمین میان. احسن جان، تو که میدونی من این روزا چقدر گرفتارم. باشه برای بعد خانم، فکر هار و روز فرم باش. ها؟ خداحافظ. سلامت. چرا اینجا نشستی؟ چرا غور شدی؟ چته؟ همه چیز زیر سر رویا بوده شاهین. چرا جمله رو از دستتش میگی؟ چی زیر سر رویا بوده؟ رویا با فرید هم دسته، باید ببینمش، باید پیداش کنم. یه خط و ربطی ازش دارم، خیلی قدیمه. بای چی اومدی؟ من و تو سر خیلی خراب شدیم، بی درد سر اکسا رو دادیم و کلی هم پول گرفتیم، ولی سر این عاشق بازی تو من کلی ضرر دادم. کپی عکساشو میخوام. کپی؟ ندارم. البته که داری، تو اون لپتاپه. داشته باشم من به تو نمیدم. پشت کی وایستادی؟ پسره که فروختت. تو چی میفهمی معنی دوست داشتن چیه؟ از همون لحظه اول که دیدمت عاشقت شدم. وای بس دیگه، باور نمی کنی؟ خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. بسته شدم از این قصه های عاشقانت. سند خونه بابای من کجاست؟ چی کارش کردی؟ قرار نبود خونه زیر پونه زیر منو مال خودت کنی، درسته؟ اون خونه آرزوی من و شاهین بود، میفهمی؟
کار باید میکردم که نکردم. همه کاری کردم به این شرط که همه فکرت بشه من، ولی تو همه چی رو خراب کردی. این باید خراب شه تا همه چیز درست بشه. بده من لپتاپو. بیدی جلو میزنم فریدا. کتککاری و ضرر و هزینه و بدبختش مال من بود. کسی هم که از تو خبری نداره. الان هم که یواشکی داری میزنی به چاک. من میمونم و یه عالمه لاشخور. چرا نمیفهمی؟ من دیگه نمیتونم. آروم باش. من همه چی رو ندید میگیرم رویا. این جماعت تا خرخره تو پولن. قصه چی رو میخوری؟ بده من لپتاپو. من سند رو میفرستم برای شاهین. بده من لپتاپو. چی شد؟ همینجاست؟ آره درش هم بازه. رویا 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 شاهین رویا چی شده؟ چی کار کردی با خودت؟ شاهین شاهین یادت قلده بودی علوان میشی منو با خودت میبری وقتشه اون کار الو شاهی کجایی؟ میگم برای چی ول کردی رفتی کجایی؟ آخر خطم بابا رویا رویا چیزی من از دست دادن نداشت راحت شد منم همین راه میرم تو همه چی من بودی ولی من هیچی امیر هیچی اینا کیه میگه شاهین الان کجایی؟ یه کاغذ داد به من میدونم توش چی نوشته سفید اصلا چیزی روش ننوشته بازی بچگی من رویاست بماند شاهین الان کجایی؟ ها؟ فرصت شد میگم فرصت یعنی چه؟ الان کجایی؟ امیر
مثل خواهرت چم میشی. اومدی انتقام خواهرتو ازم بگیری؟ نه، اومدم حقم رو بگیرم. این حق منه. حق تو. با من هر جا هر دم وقتی نیستی سوزم سردم شدیم اون خوابی که همه هستی هم در
میخوای برو، میخوای برگرد. گفتم به تو هستی هم درد، میخوای برو، میخوای برگرد.